بینندگان عزیز سلام و درود. انتخابات روسیه یعنی چی؟ کسی گفت بسا کمرنگ بود، کسی گفت چطور بود در یک شرایط جنگی. انتخابات یعنی چی؟ اساسا انتخابات که ما با او آشناسیم و بسیار رنگ آمیزی میشه در سطح رسانه ها یعنی چی؟ ما دنیا امروز انتصابات صورت میگیره، بعدا مراسم تشریفاتیشن نامشه انتخابات میمانن، یعنی فقط همی کل فلسفهش همیست. اما در این قسمت یک مورد دیگه آمده، رئیس جمهور همجنسگرای لیتوانیا گفته که یعنی به نقل از یک شعار جنگ باستانی که کارتاژ باید نابود شود، ایره در برابر روسی امروز به کار برده، یعنی کارتاژ باید نابود شود. خب در اینجا ما مسائل کارتاژ رو تشریح میکنیم که چرا رهبران کشورهای بالتیک کاملا حالت روانی خود از دست دادن. اول اطلاعات مرکزی روسیه گزارش کرده که امریکا و اروپا برای حمله به روسیه آماده میشن. اولین قدم ها هم در رابطه با جنگ برداشته شده. ترسناک است. مذاکرات در مورد تقسیم منابع روسیه در حال حاضر در جلسات مخفی در اروپا و امریکا در حال انجام است. این کل داده های اطلاعاتی است، هرچند ممکن است بسیار جنبی جنگ روانی داشته باشد، اما بر بنای اطلاعاتی استوار است. یعنی عناصر اصلیش یافتهای اطلاعاتی است. روسیه و هر کشور دیگر در حال جنگ مثلا خب با انتخابات اداره نمیشه. ببینید من خبر اطلاعاتی رو بر شما خواندم و از یک طرف در روسیه انتخابات شد، رئیس جمهور روسیه دوباره انتخاب شد. او انتخاب نشد، او مادام العمر است. روسیه امروز کسی دیگر نمیمانند که بیا جای پوتین بگیره و اروپا و امریکا او را اغوا و وسوسه بکنه به یک شکل مثل انقلاب میدان وره در اوکراین که در سال 2014 صورت گرفت نظم بر هم بزنه. نه، او مربوط به تاریخ گذشته بود. در هر کشور دیگه که در حال جنگ است و حتی در حالت صلح است با انتخابات اداره نمیشه، با دیگه چیزها اداره میشه، نامش انتخابات میمانن. انتخابات چی؟ ما شما مگر نمیدونیم تاکتیکی است برای تولید افسون و امیدواری در مغز مردمی که از درک قضایای پشت پرده همیشه عاجز هستن. این تو یک چیز است. خب البته اینطور نیست که شما شاید بگوین که یه چی بیخی دکتاتوری تبلیغ میکنی، دموکراسی و انتخابات و آزادی چطور چیکار یکی از مؤلفه های درخشان زندگی امروز ها چیزا یک چیزا شاید بگین. بله چنین است. البته آزادی یعنی یک جادو است که در دست طبقه حاکم می باشه. در هر جایی که است، اگر در هند است جادوست، اگر در امریکا است، اگر در آلمان، در فرانسه، در دست طبقه حاکم است. طبقه حاکم کیست؟ به اصطلاح سردمداران دنیای سرمایه داری در دست از اوناست. اینمی جادو. ببینید مدیریت به اصطلاح جامعه جمع خدمات اجتماعی که ارائه میکنن در انتخابات ها، آب ارزان میکنیم، برق ارزان میکنیم، کار زیاد، فرصت شغلی ایجاد میکنیم، کلی چیزا در دست کاندیداهای نظام طبقه حاکم است. بر شما میگن، شما میگن ولی این حال کار خوب شد، یعنی بیمه اگر چی میگن، بیمی صحی اگر چطور است، هر چیز به احتیاجات خود آدم ضرب میزنه. اینی افسون انتخابات هاست. درس اجتماعی، خدمات اجتماعی رو وعده میتن.
دیگه در بنیاد هیچ چیز تغییر نمیکنه. چرا؟ این افسون آزادی که حال در غرب وجود داره، منابعش همیشه که بر مردمشان میته از خارج آورده میشه، داخل نیست چیزی. بنان انتخابات نمایش سرمایهداران بزرگ است برای تقسیم قدرت و ایجاد یک هنر مدیریتی. ایتر دیگه مردم چی میخوان؟ مثلا مردم خب رفع نیازهای اوله کار، معاش و امنیت، اینه میگن چی؟ ولی انتخابات انتخابات نشد. این قبلا مدیریت انتصابی است که در یک مراسم به نام انتخابات به اصطلاح نمایش داده میشه. پس انرژی اجتماعی در بست در اختیار نهاد حاکم است. ای که در ایران چه رقم یک حکومت میه، یا در خود امریکا یا در روسیه، کلش یک مضمون است. شما شاید بگوین که نه، در امریکا آزادی است، رحیمیتی و یکی با بایدن، دیگه با نیکی هیلی و دیگه با ترامپ. بله، فقط امو چارچوب ایجاد شده که دلت آزاد استی بین سه گزینه، آزاد است بین سه گزینه، ترامپ است، بایدن است و یکی میانی است. سارا آزاد است، راست میگه. در روسیه ما این چیز بود، چهار کاندیدا بود. در ایرانی که پیش از پیش همه چیز تصفیه میکنن به نام رد صلاحیت، اونم اگر هر انتخابات که میشه در برابر او قهرمان اصلی ماجرا سه چهار کاندیدای دیگه هست، متوجه میشین؟ در هند، هر همه جا انتخابات در همه جای دنیا یک نمایش بر قانع نگه داشتن مردم است. در روسیه خب مردم چی قانع میسازه؟ رفع نیازهای اولیه. خب شاید شما بگوین که آزادی بیان خوجه نیست، تو امی آزادی بیان که در امریکا از فایدهش چیز، یعنی در بنیاد زندگی رو چقدر تغییر میده. البته اصل مثلا چی است؟ ارائه خدمات است. ما انتخاباتی که در کشور خود داشتیم چه مسخره کارهایی بود، چقدر کاندیدا بود، چه ساده لوحانه میخواستم میفتم ما انتخاب رای ببریم، انتخاب رئیس جمهور میشه. هیچ از قانون، از تاریخ، از قانون اجتماعی و از قوانین مسلط جهان و مثلا گلوبالیزم هیچ سر در نمی آوردن. همونطور نبود. خدمات اجتماعی جواب همه چیز میده و از سلام. خدمات اجتماعی در روسیه بسیار قوی است و از سلام. خب یعنی آزادی همون چیزی است که با ارائه خدمات اجتماعی به مردم چی میکنه؟ معنا پیدا میکنه. اگر بگیم روسیه را کمه که نگاه بکنیم پشت سر، روسیه تاریخچه انتخاباتی نداره. پیش از کمونیسم تزارا بود، کدام انتخابات بود؟ خب صندوقای رای در مثلا گفتن که خرابکاری هم کردن که یک قسم شورشگری شود در روسیه، توتیه های عجیب و غریب، هیچ چیزی تغییر نکرد و نمی کنن. خب بعد از این خالی ای خوی یک نمایش بود گذشت، پوتین گفته که اینا تصمیم گرفتن که علیه ما بجنگن. علیه اینا در کجا چی چیزی از دستشان ساخته است؟ میخوان که روسیه چند قومی را متلاشی بکنن؟ بله، ایران هم میخوان کار بکنن، روسیه رو. پوتین گفته که خب
کی را میترسانه؟ چون این چیزی که شما میگین هرگز اتفاق نخواهد افتاد، اما از کجا معلوم در اروپا اتفاق بیفتاد و در امریکا؟ چرا؟ به خاطر از اینکه روسا بسیار دست بزنند در اوجا، یعنی به جان امریکا افتادن. مکزیک، کیوبا، ونزویلا، بسیار جاهای دیگر. خب یه البته تا گزیده از سخنان پوتین بود که در وبسایت کرملین پخش شده بود، به خاطر از اینکه یک اختلال هم پیدا شود در پروسه انتخابات، یک زمینه آشوب ایجاد شود، انتخابات روسیه را سیستماش حک کرده بودند. روس تلکامی را گزارش کرد که رایگیری الکترونیکی با یک حمله سایبری مواجه شده بوده، یعنی بیش از 2.5 میلیون درخواست کننده در ثانیه مورد هدف قرار گرفته و از این قبیل مسائل، و در جمع 90,000 حمله سایبری صورت گرفته بود که ظاهرا مثلا از استقامت اوکراین یا امریکای شمالی. خب شما فکر میکنین که روسیه انتقام از زیر از انتخابات امریکا نمیگیره؟ خب میگیره. این حاله میریم سر از اینکه رئیس جمهور بی سواد کم سواد لیتوانیا گفته بود که نابود کارتاش باید نابود شود، منظورش که روسیه، یعنی این رئیس جمهور ادگارز رینکویچس نام داره. یک زمانی در روم قدیم کاتوی بزرگ به صلاح در سنا گفته بود کارتاش باید نابود شود. کارتاش یک دولت شهری بود در تونس امروز که او رقیب امپراتوری روم بود. او در سنای روم، البته در قرن دوم قبل از میلاد، مثلا سخنرانی کرده بود. حال امروز او را سخنان کاتوی بزرگ ای رینکویچ به روسیه رب میده. اولا خب باید بگویم که رینکویچ یک آدمی بود ضد فسق و فساد. این حال رینکویچ خب همین مدل فسق و فساد اخلاقی و فسق و فساد است. ای خو یک چلیپا. خود از ای خود فعال جنبش افراطی دیگر باشای جنسی هم میگیره. کاتوی بزرگ که ای از او نقل میکنه، یکی از گناهان اصلی جامعه یعنی دگرباشان جنسی رو میگفت. پس رینکویچ حق قرینه سازی تاریخی را نداره. او یک خطیب بزرگ و در سراسر جمهوری روم بود. رذایل انسانی رو او افشا میکرد، به اصطلاح از زوال نخبگان روم انتقاد میکرد که اینا تجملگرا هستند، لذت طلب هستند، خائن هستند. به همشهریان خود مثلا میگفت که از سنت های نیاکان خود پیروی بکنن و زندگی را بر اصل پرهیز و صرفه‌جویی پیش ببرن. این کاتو بزرگ در سنای روم قدیم که این تو شایستگی های اخلاقی داشت. پولیبیوس تاریخ نگار قدیم میگه که کاتو گفت میگفت نشانه اصلی انحطاط یک ایالت وقتی است که برای پسران زیبا بیشتر از برداشت محصول مزرعه شخم خورده پول پرداخت میشه. او این که آدم بود. آل رینکویچ میخواه با عقل خود با کار پرده. خب پرسانش کن که کارتاژ یعنی چی؟ خب اول کارتاژ. کارتاژ بیشتر گفتیم که یک نام شهر باستانی است در شمال افریقا، تونس، جایی که حالا محور اصلیش تونس است. اونجا کشوری بود با متمدن، با مرکزیت، یک دولت شهر به وجود آمده بود. جمهوری روم همیشه میخواست که رو فتح بکنه و او استاد میشد، مقاومت میکرد، اما سرانجام یک فاجعه پیش آمد، او را در هم شکستن. یعنی
یکی معروف است به جنگ های پونی یا جنگ های روم و کارتاژ در تاریخ اگر یادتان باشد. یعنی به مجموع جنگ های طولانی که بین سالهای 264 این شروع از 146 قبل از میلاد، یعنی قبل از میلاد معمولا اینطور میگیرند، شروع از 264 تا 146 اینطور بین دو قدرت مرتب جنگ بود، تلفات بسیار زیاد. خلاصه روم که بسیار قوی بود، امپراتوری بود، با این جنگ با پیروزی روم بر کارتاژ پایان یافت. یعنی بعد از شکست فاجعه بار باز رومی ها موفق شدن کارتاژی ها را چی کنن؟ خب کارتاژی اولش تسلط خود از دست دادن بر ایتالیا، یعنی روم از دست اسپانیا و از دستشان رفت. روم آمد، یک جنرالی بود از روم که امی کارتاژ فتح کرد به نام شیپیو آفریکانوس. ای دیگه در سال 203 قبل از میلاد است. سربازان مدافع کارتاژ هانیبال بر دفاع از شمال افریقا بسیار جنگیدن اما شکست خوردن در ایتالیا و سال بعد فرمانده رومی کارتاژی ها را در نبرد در یک نقطه به نام زاما شکست داد. شکست که داد عملا امپراتوری کارتاژ در غرب مدیترانه از بین رفت، روم جایش گرفت و ناوگان کارتاژ ها ناوگان کشتی خود هم دست دادن و همه چیز از دست رفت و غرامت دادن و به این ترتیب. یعنی کار کاتوی بزرگ او وقت میگفت که با یک خشم میگفت که کارتاژ باید نابود شود، حال رئیس جمهور لیتوانیا امو سخن کاتوی بزرگ امو خطیبه میگه که کارتاژ امروز که روسیه است باید نابود شود. خب کی میگه این گپه؟ لیتوانیا که این فقط یک مثل یک سر ناخون است از نظر مساحت و قدرت خود در برابر روسا. وقتی که کاتوی بزرگ خطیب روم میگفت، او امپراتوری روم میگفت، از آدرس امپراتوری روم، رئیس جمهور لیتوانی از کدام آدرس گپ میزنه؟ که خودش اصلا خود جمله یک خط جنگ دروزه حساب میشه. میبینیم کشورهایی که خود تباه میکنن اما ظاهرا رئیس جمهور هستن، رهبر هستن. کارتاژ بود یک تهدید دائمی بر قدرت روم بود، اما کارتاژ که روسیه امروز یک هیولایی است که به شمول لیتوانی و دیگه تمام بالتیک میبلد. این چرا پیشتر گفتم که رئیس جمهور کم سواد است؟ کم سواد است. قرینه سازی تاریخی را فقط به این شکل انجام میده، تاریخ کمتر شاید متوجه شده باشه و تاریخش سخنش سخن مسموعات معلوم میشه. ای آدم باید بگیرن، ماکم بگیرن. چرا؟ او وقتی که کاتوی بزرگی گپ میزد نمادی از حمایت از نسل کشی بود که موتور هم شد. کارتاژ وقتی که فتح شد نسل کشی صورت گرفت. یعنی رئیس جمهور لیتوانیا اینجا امو کارزار نسل کشی را در وضعیت امروز سر روسیه ایتر اعلان میکنه. متوجه میشین؟ این خودش از نظر تاریخی جرم است. با این ترتیب ما در با لیتوانی و بینوان یک مفرزه میبینیم. متوجه است؟ ما این ما کی هست؟ ما کسایی که در آسیا بینوان ناظران عادی، یه خودش مفرزه است. اینا باید بسیار احتیاط بکنن. شعار کارتاژ نابود بکنین اون شعار است که جنگ های خونین که یک شهر باستانی که 700 سال زنده مانده بود تسلیم روم شد، همینطور
از بین رفت. حالا ای روسا ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه یادم ریشخندی کرده بود، کلمه کم سواد او به کار برده بود. ای بود خب البته قرینه سازی بود که به عنوان اما به اصطلاح حوادث انتباقی. من ایره در داخل برنامه کمی تشریح کردم چرا به ما مردم هم، به ما مردم افغانستان هم این مسائل بسیار مهم است که بسیاری حوادث تاریخی را میتونه بی جهت انتباق میتیم به یک موضوع که وقتی که انتباق نادرست شوه این گپ ایچی باره میشه. رئیس جمهور لیتوانیا باره